محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان را با اهدای کمک نقدی رسما افتتاح نمود. در این مراسم که قبل از ظهر امروز در قصر سلامخانه ارگ ریاست جمهوری به ابتکار وزارت امور زنان برگزار گردید، رئیس جمهور غنی گفت خشونت مقابل زن در دین مبین اسلام جایی ندارد. باز تکرار میکنم، سیرت نبوی را ببینین، زیادترین تاکید بر اصل احترام به زن است. رئیس جمهور کشور افزود که هیچ نوع خشونت علیه زنان برای ما قابل قبول نیست و هر کسی که خشونت را به مثابه عنعنه میپندارد به راه غلط رفته است. رئیس جمهور علاوه نمود هیچ نوع زن ده خزو ده پزی پریکولو تا ده غوگ ده پریکولو ده پارا یا بل رقم به احترام میتنست. او که چوک دا پدی بانده توجیه ورکی چه دا ایموگ انعنه دا دا غلط دا. خشونت در مقابل زنا ناهنجاری را نشان میده نه انعنه را. انعنه ما احترام است. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان افزود ما از افتتاح از صندوق استقبال میکنم و تعهد واضح دولت پیز که حقوق شرعی و قانونی زنای افغان باید اجرا شد. بالومدار ایده یک روز اجرا نمیشه، اما هدف ما باید واضح باشه و طریقه رای ما اصولی و انشالله به نمایندگی از تمام کابینه دولت تعهد میکنه که در این بخش تمام مسائل خود به خرج خود داشت. رئیس جمهور کشور علاوه نمود که موقف از زنان در تحقیقات و نوشته های دانشمندان مشهور جهان نیز به وضاحت دیده می شود. رئیس جمهور غنی تصریح کرد که اعضای کابینه نیز تعهد نمودند تا 15% معاش ماه دلوشان را به این صندوق اهدا کنند. در این مراسم خانم اول کشور در خصوص حقوق و نقش زنان صحبت نموده گفت که دین اسلام و فرهنگ افغانی برای زن جایگاه خاصی داده است. خانم اول کشور افتتاح صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان را گام ارزنده دانست و بر مبارزه جدی علیه پدیده خشونت تاکید نمود. دلبر نظری وزیر امور زنان و شماره از فعالان حقوق زن نیز صحبت نمودند و ضمن قدردانی از توجه رئیس جمهور نسبت به حقوق زنان افتتاح این صندوق را جهت کمک به قربانیان خشونت با اهمیت دانستند.